بهائیان با کمترین امید به اینکه می توانند عزیزانشان را در آرامش به خاک بسپارند این قطع زمین را پذیرفتند. اما این خواسته نیست که جزء حقوق اولیه هر انسان است به بهائیان داده نشده. واقعا چگونه این همه تنفر و دشمنی می تواند متوجه به گروهی از مردمان باشد که مرام و اساس باورشان و همه آرزو و تلاششان تحقق وحدت نوع بشر است؟ واقعا این شهروندان بهایی چه کردند؟ بهایان ایران مانند دیگر خواهران و برادرانشان در سراسر دنیا سعی در پیشبرد یگانگی و برابری، صلح و آرامش، تعلیم و تربیت جهانی و تساوی حقوق زنان و مردان داشتند. آنان با عشق و محبت شهروندان با وفا و پایداری هستند که هرگز اهل تهاجم و پرخاش نبودند، بلکه خود پیوسته مورد اذیت و آزار واقع شدند. حال با تخریب این گورستان و گورستان‌های مشابه آن در چند شهر دیگر، ما دوباره شاهد برخورد دشمنانه دیگری هستیم که متوجه این شهروندان ایرانی شده است. برخوردی که در 150 سال اخیر به صورت اذیت و آزارهای متفاوت بر این افراد وارد آمده است. آنان با بلدوزرهای خود می آیند و این مکانهای مقدس را زیر و رو می کنند. سنگهای قبرهای مردگانی را از جا می کنند که در دوران زندگیشان به همین اندازه تحت فشار و آزار و رنج و اذیت بودند. این سنگ ها و خاک های خشک به هم ریخته متحیر است از جنون این افراد و طلب ایشان در تخریب تمامیت یک فرهنگ و مردمانی که بدون شک سهمی مهم و به سزا در اعتلای اخلاقی مردم همان کشور و جهانیان داشتند. این اذیت و آزار تنها حق انسانی نیست که از بهایان گرفته شده است. حقوق دیگری چون جلوگیری از پذیرش آنان برای تحصیلات عالیه در دانشگاه ها، ندادن مجوز کار و یا وام بانکی برای کار و تجارت، ندادن حق رأی و حق انجام مراسم اعتقادی بدون هراس از زندان و شکنجه یا حتی مرگ نیز از جامعه بهایان ایران گرفته شده است. حقیقتاً جرم افراد این جامعه چیست؟ اعتقاد به پیامبری جدید از جانب پروردگار، پیامبری که پیام محبت، دوستی، هماهنگی، پیشرفت و تکامل آورده است. پیامبری که همه عالم را یک کشور و نوع بشر را ساکنین و شهروندان آن می‌بیند. و نیروی شفابخش این پیام و اعتقاد به آینده درخشان کشور مقدس ایران است که باعث می شود جانبازی این نفوس و پایداری آنان بر عهد و پیمانشان در هر لحظه 200 چندان شود و تحت دشوارترین شرایط بتوانند ادامه زندگی دهند. بهایان جهان که در سراسر عالم پراکنده اند چشم انتظارند و دعا می کنند تا زمانی فرا رسد که خواهران و برادرانشان در ایران فارغ از ترس و آزار و اعتراض آزاد باشند تا آنگونه که می خواهند زندگی و عمل کنند. لذا نهایتاً می توان با زور زندگی این افراد بیگناه را ویران کرد. می توان این جامعه مظلوم را تحت فشارهای بسیار قرار داد. حتی می توان قبرهای رفتگانشان را ویران کرد و جفا بر مردگانشان کرد. ولی همه اینها در هر لحظه فقط باعث افزایش روح حیات و سرزندگی این شهروندان ایرانی خواهد شد.
سینه دنیا ز خوبی ها تهی است، صحبت از پاکی مروت ابلهی است. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فغان یک قناری در قفس، از غم یک مرد در زنجیر، حتی قاتلی بردار اش در چشم و بغضم در گلوست، مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ عزیزم و جنگل را برای رهایی از چنگال این آدم خوران، برای رهایی از چنگال این دزدان بیشرفان، اینهایی که کشور ما رو به غنیمت گرفتن، غارت کردند، ببینید دارن با هموطنان بهایی ما چه میکنند. مگر اونها هموطن ما نیستند؟ مگر اونها عزیزان ما نیستند؟ مگر یهودیان هموطنان ما نیستند که امروز در همین چند روز گذشته یکی از رهبران یهودیان رو گرفتن و زندانی کردن؟ میریم و بر میگردیم. بذارید برگردم تو و با هم صحبت کنیم. حضورتون عرض کنم که برای اینکه بحث قبلیم رو ببندم، یک بار دیگه از شهرام همایون که یک سری اختلاف سلیقه هایی هم با هم داریم، اما بدون شک و تردید هر دو خواهان آزادی کشورمون، از دست این عجوزه ها هستیم. ما به گردن مردمی که نشستن جلوی تلویزیون ها و هر روز ما رو میبینن دین داریم. ما وظیفه خطیری نسبت به هموطنان درون مرزیمون داریم. ما باید بیش از آنچه که حتی تصورش رو میکنیم نسبت به هموطنان درون مرزمون مسئول باشیم. ما 30 سال سعی کردیم به خودمون بقبولونیم که این فقط خود ما هستیم که باید کار رو انجام بدیم. من به این نتیجه رسیدم که بدون کمک شهرام همایون و آقای مهندس امیر شجره، این 3 تلویزیون سیاسی و در یک مسیر قرار گرفتن، اون هم برای یک هدف مشخص، همه کارهای خودشونو بکنند، 4 ساعت در هفته این 3 تلویزیون وقت بذارن برای یک گرد همایی، برای یک راهپیمایی، برای جمع شدن در یک استادیوم ورزشی بزرگ که همه حتی هنرمندانمون که فقط به فکر جیبشون تا به امروز بودن مجبور بشن در اون استادیوم بیان آهنگای ملی مردمیشون رو بخونن، جشن نوروزمون رو یک بار در خارج از کشور با وجود 40-50 هزار ایرانی فریاد دادخواهی مردممون رو سر بدیم. این تنها راه آزادی ماست. هی 7-8 تا حزب و دسته و سازمان 5-6 نفری رو جمع کردن و 6 تا وزیر سابق و 4 تا نمیدونم متخصص و این و اون، و به جایی نرسید تو 30 سال. مردم رو باید به پارتیسیپیشن دعوتشون کرد. این مردم رو که خود رسانه ها تو خونه کردنشون تو کاماد، درشو قفل کردن، کلیدشو قورت دادن، تو رخوتشون بردن، اینها رو خمودشون کردن، اینها رو بیزارشون کردن، اینها رو باید دستشون رو گرفت، دستشون رو بوسید و بهشون احترام گذاشت و اینها رو به صورت یک حزب، یک فرکسیون، یک سازمان، یک چتر مبارزاتی اینا رو همه رو آورد، بدون اینکه کسی رئیس باشه، کسی مرؤوس باشه، کسی نمیدونم همه کاره باشه. هیچ نیازی به متخصص و نمیدونم سابگروه و سازمان و دسته و حزب و اینا نداریم. 3 تا رسانه میخوان در انجام یک هدف، سرنگونی رژیم اسلامی، دستای همدیگره بگیرن. آقایون هستید؟ به خدا آقای شهرام همایون، من در سکه فروشی هم کمکتون میکنم، میام اونجا پشت دوربین براتون میذارم، شما روزی 500 تا سکه بفروش، بیا کارمونو بکنیم، این کارام بکنیم دیگه. آقای میبودی لطفاً به آقای شجره اجازه بدید این کار رو بکنن، تمنا میکنم ازت.